تو کاغذ براتون گذاشت که امضاش بکنید. رفت؟ بله رفت. کاغذها رو براتون گذاشت. کجا؟ روی میزتون. خانوم، میشه من امروز یک کمی زودتر برم خونه؟ آره، خبریه؟ میشه پای شما از بیمارستان زنگ زدم، دخترم فارغ شده. دخترت؟ بله خانوم. مگه تو چند سالته؟ گمون میکنم 35-6 سالم باشه. مبارکه، بچه چیه؟ دختر خانوم، عیب نداره، بچه اولشونه. خواستی چند روز نیام؟ اصلا هر وقت خواستی بیای اول تلفن کن، ممکنه من نباشم. سفر میخواییم بری؟ شاید یه سفر طولانی. خیلی برات زیده.
تو کی هستی؟ منم. آه آه، اینجا چی میخوای؟ تو آه کشیدی. درسته، من آه کشیدم، آه کشیدم. ازت خواهش میکنم گریه نکن. من شکننده تر از اون هستم که این چیزا رو تاب بیارم. چه شاعرانه. مگر نه اینکه من هزارون سال زینت بخش شعر شاعرها هستم. درسته، من خودمم تو نوشته هم از شما استفاده کردم. شما فرشته ای؟ نه، اولین دلی که سوخت و آه کشید من به دنیا آمدم. کی بود؟ آدم، وقتی از بهشت خدا روندنش. کمکش کردین؟ اونقدر را که باید ناامید نبود. و من هستم درست لب مرزی. حق با شماست، من دیگه این زندگی رو نمیخوام. خسته شدم، نه همسری نه بچه، تنهای تنها موندم. راستی من چرا این حرف رو به شما میزنم؟ آخه من از جنس هیچ کس و هیچ چیز نیستم. من برای تو مثل آینه ای هستم که خودتو در اون میبینی. کاملا اینو حس میکنم. میدونی یه عالم حرف دارم که بدونین من چقدر بدبختم. که بدونین چرا؟ من اشتباه کردم و زندگیمو سر این اشتباه باختم. بچه که بودم استعداد زیادی در ادبیات داشتم. همه فکر میکردن یه روز نویسنده بزرگی میشم. وقتی درسم تموم شد دو نفر به خواستگاری اومدن. یکیشون تاجر ثروتمندی بود و اون یکی نقاشی هنرمند. من به خاطر خانواده با خواستگار تاجرم ازدواج کردم و بدبختی من از همون زمان شروع شد. نه اینکه همسرم مرد بدی باشه، نه، ولی ما برای هم ساخته نشده بودیم. بارها از خودم میپرسیدم که اگه زن مرد نقاش میشدم آیا زندگی بهتری نداشتم؟ و نویسنده بزرگی شدی؟ نه، البته که نه. همسرم مرد بیزوقی و استعداد نویسندگی رو در من کشت. شاید برای اینی که قدرت تکثیر نداشتی. ولی استعداد داشتم. خب حالا از من چی میخوای؟ شهرت، فرزند، همسر؟ نه نه، با همه این حرفا هنوز همسرم رو دوست دارم. میدونین اون هیچ وقت منو درک نکرد، هیچ وقت منو تو نگرانی‌هاش شریک نکرد. من بهش احتیاج داشتم تا به من اعتماد بده. افسوس، تنها هیجانی که یک نواختی زندگی ما رو از بین برد مرگ بود. افسوس، ما در کنار هم تنها بودیم. ولی با این همه فکر میکنم تنهایی دو نفره با تمام پستی و بلندیاش از تنهایی یک نفره خیلی بهتره. دلت میخواد بهتر زندگی کنی؟ اشتیاقشو پیدا کن. نمیتونم. به دیگرون فکر کن. بلد نیستم. آخرین بار درست به یاد بیار، آخرین باری که آه کشیدی به چی فکر میکردی؟ به خاتون. بیای. کار داری میکنی؟ بذار زنی، نگاش کنی. من میخوام کمک کنم. قربونت برم، نمیخوام تو کمک بکنی، تو خسته میشی. فکرشو بکنی، 6 تا بچه داره. اما من چی؟ حق با شماست.
من نسبت به زندگی دیگران بی تفاوتم، ولی اون زن در این فقر ثروتمنده و البته خوشبخت. مطمئنی؟ بله مطمئنم، اگه بدونین چقدر بهش حسودیم میشه. برای هر پولی که در میاره ارزش قائله، اما من چی؟ هیچی برام معنی نداره، اونقدر که هر لحظه آرزوی مرگ دارم. ببینم حالا که زندگیش به نظرت اینقدر خوبه، دلت میخواست جای اون بودی؟ مگه ممکنه؟ ممکنه با این کلید. اولین در بسته رو باش باز کن، اون وقت به جای اون زنی. بعد چی میشه؟ دیگه با خودته. دیگه شما رو نمیبینم. مگه از ته دل صدام کنی؟ ندیدیش؟ کیو خانم؟ یه مرد، یه آدم جوان، فکر میکنم یه مرد بود. نه خانم، من کسی رو ندیدم. همونی که باش حرف میزدم؟ نه من هیچی ندیدم خانم. مال توی خدا نگهدارت خانم. دوزن خبر دادی؟ نه. ببخشید خانم، ما زاو داریم دخترم. یه مریض بدحال داریم سر بیه کنم. نه. آیبانو پوری دخترم. اتاق بابا. خیلی ممنون. سلام. چشمتون روشن. حالش چطوره؟ حالش خیلی خوبه. حالش خوبه. سلام. مبارک باشه. اگه نمیتونی بخواب. استراحت. چطوری دخترم؟ خوبم. چی شده؟ بچه سالمه؟ آره ننه، سالمه. پس شماها چتون شده؟ سزارینم کردم، 6-7 تومن خرجشه. خدا رو شکر، این که چیزی نیست. چقدر دارین؟ 100 تومن آقام داد. پیشتون باشه تا باقیشم جور کنم. نه لازمتون میشه. نه بعد خورد ازت میگیرم. اینم هست. بذار باشه، عروس بی علنگو شگون نداره.
سلام. سلام بابا خانم، خیلی به دست چی خبر؟ نه به دار شدم. مبارک شده. سلام. دختر یا پسر؟ دختر. یه سلام مبارک شده. پس رابقه کجاست؟ رفتی نون بخره. مگر خوجه و تایماز مرده بودن؟ نکنه انشالله پاشون قلم شده. از صبح رفتن تا حالا نیومدن، مدرسه هم نرفتن. کدوم گوریه؟ سر چهارا سیگار میفروشن. اینو بگیر. ننه، حال خاله ربابه هیچ خوب نیست. از ظهر تا حالا سه بار اومده پیه. بگو برگشتم میرم اتاقش. چرا اینقدر هرس و جوش میخوریم مادر؟ پاشو پاشو ببریم بیرون یه خود هوا بخوریم. پاشو بیا بریم که رباب همه یکی دو روز مهمانته عزیزم. تو ناراحت نکن. بسو کنم میرم سیگار فروشی قدر اتمانی بشو. بچه خونه دیگه آخری بازی میکنه، آخری شکل میکنه. نباید خودتا اینقدر ناراحت کنه. بود بارا تو برم بلازم. خدا خسته شدم خاله. بچه ها بزرگ میشن. سلام. سلام. آی بانوی دختر زایید. ۵۰۰۰ تومن کم دارن. خانومم جوابم کرد. خوجه، تایماز، سلام من، داریم درس میکنم. خیلی خوب، بری سر درس. امروز عصری وقتی داشتم نماز میخوندم صدای بازی بچه ها حواسم رو برد. دیدم بدم نمیاد یه بار دیگه جوون بشم و شیرینی زندگی رو تجربه کنم. کدوم شیرینی؟ این کارا رو دخترت باید برات بکنه. دلم میسوزه که این روزای آخر عمرت هیچ کی رو نداری.
من خدا رو دارم، من همه رو دارم. تازه تو برای من از سب تا دختر بهتری. آخه میمیرم الهی، دستات چقدر زبر شده مادر. خانومی که من براش کار میکنم دستاش این برگ گله، خودشم قشنگه. کارش از صبح تا شب اینه که یا کتاب بخونه یا قهوه بخوره، یا مهمون داره یا مهمونی میره. اگه بدونی چقدر از شوهرش براش پول مونده؟ نم حتما یه جای کارش میلنگه، گل بیعیب خداست. آره اجاقش کوره، بهتر. اگه مثل من هی قصه نون و آب و رخت و لباس و پول سزارینشو میخورد خوب بود؟ نبالا. زندگی که فقط این دنیا نیست، اینا امتحانه واسه اون دنیا. بذار باشه. راستش خاله، من ایمانم رو به خدا از دست دادم. این که نمیشه از صبح تا شب جون بکنی آخرش هم سر جای اولت باشه. اصلا خدا از من رو گردونده، نمیدونم چرا. من که همش کار میکنم، به همه خوبی میکنم. نه نه این حرف رو نزن، میشه همه حکم خدا رو اطاعت کرد ولی از خدا دور بود. تو اگر دل به خدا بدی هیچ وقت از بخت بد خودت گله نمی کنی دخترم. نمیدونم، ولی کاش فقط یه بار خدا دستشو برای کمک به من دراز میکرد. فقط یه بار. چی میگم؟ کاشم برم، برم پی بدبختی. اگه کاری داشتی خبرم کن. یه دقیقه صبر کن. بگیر بازش کن، 5000 تومن از من قبول کن. 20000 تومن هم داشتم گذاشتم برای وقتی که بچه هم خبر میکنی. بهشون بگو برام نماز روزه بدن. نه خاله رو با بذار برای بچه هات. بچه ها؟ کدوم بچه ها؟ الان 2 ماهی که هیچ کدومشون به من سری نزدن. خب، لابد گرفتارم. تازه یه هدیه کوچیکی برای دخترت، مگه عمل نشده؟ چرا چرا، عملش کردن، سزارین شده. اگه بدونی چقدر به این پول احتیاج داشتم. آهی محمد، جون بچه ها قسمت میدم پولو پس بده. مال زایمان دخترته، مال نوه‌مونه. قرض کردم، تو رو خدا پولو پس بده، پولا رو پس بده، تو رو خدا. تا صبح سه برابرش میکنم، بر میگردم. بر نمیگردی. بر نمیگردی. بر نمیگردم. بر میگردم. بر میگردم. هیچ وقت با دست پر من نگشتی.
خاله رباب؟ تو دیگه کی هستی؟ منم، آه مگه آه نکشیدی؟ من قبلنم خیلی آه کشیدم. این یکی خیلی از ته دل بود. چی کار میتونی برام بکنی؟ گره کارت کجاست؟ زیر فشار زندگی تو غربت دارم خورد میشم. از صبح تا شب کار میکنم، ولی با این گرونی همیشه هشتم گروه نو همه. نه پول نه. از وقتی تو غربت افتادم یه پیرزن هم دلم بود که اونم امشب مرد. خیلی دلتنگم، خیلی. منم دلم میخواد بمیرم. چرا؟ زندگی راضی نیستم. از کی فهمیدی که از زندگیت راضی نیستی؟ حالا دیگه خیلی سختمه به خودم فکر کنم، ولی اونجور که یادم میاد از وقتی پامو تو شهر گذاشتم زندگیم هر روز بدتر از دیروزه. من میخوام راحت زندگی کنم. دلم میخواد برای یه لقمه نون اینقدر سگدو نزنم. دلم میخواد بچه های خوبی داشته باشم. مثل کی؟ مثل خواهرم. من یه خواهر کوچکتر دارم، تو ولایتمونه، پیش پدر و مادرم. من میتونم کاری کنم که جای خواهرت باشی. نمیدونم، فکر میکنی کار درستی میکنم؟ من برای قضاوت نیومدم. چطوری این کارو میکنی؟ با این کلید. یه جفت گشتی سلمان برد بفروشه. یه عکس دیگه ازتون بگیرم. از
من بگیر، از من. خوبه؟ خوبه؟ از نربم بگیر، نربم چابک سواره. من میرم مثلا خرید کنم از ستامون عکس بگیرم. براش بفرستینا، آدرستون رو بدین براتون نیست. شما ها برای چی اومدین اینجا؟ دانشجوی معماری هستیم، اومدیم راجع به خونه هاتون در مورد بیایی اوبه ما. آلچیق من خیلی قشنگه. خواهی بازم سلمان آشوب بپا کنیم. اون که به حرف من نیست، من چرا به حرف اون باشم؟ تازه فردا قرار آراز رو ببره سواری. حالا چیقت کجاست؟ کجا میشه گیریم و خورجین پیدا کرد؟ تای همین خیابان. باز رفیق پیدا کردی؟ نه، از آراز عکس میگرفتم. دختر خاتون یه دختر زاییده. آخرش چند؟ همانی که گفتم. میگم چند روزی بریم پیششون. بیا، بیا، 50 تومان کم میکنم، بیا. چیه؟ چرا بستدی؟ برو عجیل چشم کنم، برو. سلام، خوشحالم که اومدین دیدن خواهرم. حتما حالش خیلی بده. لطفا بری تو. اون منتظر. بیا با سلمان حرف بزن، راضیش کن که برم تهران. هرچی باشه خواهرمون نوه‌دار شده، توقع داره. فایدهش چیه؟ تو که نمیتونی تنهایی بری تهران. خب تو ببر، یک هفته میمانم، بعد بیا برم گردون. حالا تا ببینم. آراز آمدیم، بیا باش حرف بزن. آراز خدافظ. خوش حرف بزن. آقا سلمان بفرما یه چایی بخور. باشه یه وقت دیگه، خستم. بگو بزن بشه. سلماز خانم بفرمایی. سلماز خانم سلام. خیلی خوش آمدی. بفرمایی داخل. بفرمایی چایی حاضره. اومدیم ببینیم این دور و برا نمدمالی نیست. وای چقدر قشنگه. چرا؟ وای خوبه یه بالا بفرمی داخل. خیلی جاتون قشنگه. پسرت کجا سلماز خانم؟ فردا مسابقه داره، سلمان برده سواری. مثل اینکه اینجا همه مرد سوارکار هست. مرد منم اون اولا سوارکار بود، خودم خواستم که زنش باشم. شماها درس میخوندم، ولی سلمان نذاش بیشتر بخونم. میگفت زن صحرا باید قالیبافی بدونه. شوهرت الان چی کار میکنه؟ از پارسال که از اسب افتاده بیکاره، اخلاقش عوض شده.
کلام زندگی ما رو فقط آراز به هم بسته. نمیذاره بچم درس بخونه. میگمش بریم تهران، یه کاری پیدا کن. خواهرم تهرانه، خیلی راحت زندگی میکنه. اگه میرفتیم تهران برای آراز خیلی خوب میشد، ولی راضی نمیشه. تهران که خبری نیست، بیاین اونجا چی کار؟ زندگی توی تهران خیلی سخته. خیالت زندگی اینجا خیلی راحته. برین از اینجا، زود باشین از اینجا، برین برین از اینجا. چطور اینقدر زود اومدی؟ اما طوفانی بود. کجا؟ میرم برش به آب میدم برمیدم. لازم نیست، تو برو سر درس. خودم آبش میدم. چی شده؟ بچه خواهرم زایده، دلم میخواد ببینمش. کی حرف خواهر تو زد؟ پاشو چلیقتو تنت کن. بابا تاتار هم حرف آخرتو بگو. برم تهران شیشه پاک کنم؟ سیگار بفروشم؟ آراز دیگه برا خودش مردیه، اگه یک سرما خوردگی بیاندازدش پسر سلمان نیست. دده من حاضرم. گلپا با شماره 4 قدمبای نظری، حسن محمد کوچکی مربی و چابک سوار عبدالرحمن قربانی. شماره 5 دوتار حلیم جان توماج با مربیگری محمد توماج، چابک سوار عبدالرحمن تیرغم. شماره 6 دشت ناز عبدالقادر جعفربای با مربیگری مجید خوجه، چابک سوار عراق محمد قلابی. و شماره 7 قهرمان هفته پیش یعنی آیناز با مطلق عبدالخالق پخه، چابک سوار عراض محمد یمود مربی رحیم داز. و حالا در نتیجه گوز آغاز میشه. بیم از همه کن شاب، گلپا، دوتار، دشت ناز و رقابت جالب تماشاگر با آیناز دارن که آیناز در این لحظه جدا میشه و همه رو جا میکنه و خیلی عالی آقای مکنه استثنایی آیناز و یلا رقابت جالبی رو حالا یمود جام میماره و از به دیگر بنامه تابوت قایمی. رقابت خیلی جالب ولی آیناز خیلی آهسته باره میبینیم از طورت خودش تازه میشه ولی آهسته آهسته میبینیم که عراض محمد یمود جام میمونه و از اون برمینه از به دیگر بنامه تابوت قایمی. رقابت خیلی جالب ولی آیناز خیلی آهسته باره میبینیم از طورت خودش تازه میشه دمیله از میبینیم عراض محمد یمود از به خودش هم بیافته. وای وای نمیدیم که قهرمانه هستیم بیشه. الان سمانه الان سمانه الان سمانه الان سمانه الان سمانه الان سمانه.
به بیمارستان باید برسونی، ولی هنوز که در هفته قبل قهرمان شده بود امروز چی؟ ولی میبینیم که هنوز سایر اسمای دیگری سامی اتفاد و دوتار و گلپا و کابیتان رقابت خیلی عالی رو دارن. سلمان بگو برگرده، پسرم مرد. منم سر خاک بچه من چه میکنی؟ صدام کردی مگه آه نکشیدی؟ چی میخوای؟ تو چی میخوای؟ شاید از دست من برات هرچی بخوام پسرم، غیر از پسرت که نمیتونم زندش کنم. چه حیف، پس به چه کارم میای؟ تا چی بخوام؟ بمیرم. چرا؟ پسر من مرده، فقط اونو بشم. حاضر بودم به خاطرش هر کاری بکنم.
و حالا مرده. بازم اگه سلمان میموند، شاید اگر میموند. ولی حالا هیچی برام باقی نمانده، هیچی. من قدرت اینو دارم که غم از دست دادن پسرتو از دلت ببرم. چطور؟ تا حالا دلت خواسته جای کس دیگه ای باشی؟ هر کس که بخوام. هر کس که بخوای. چند وقت پیش اون دخترها چند تا دختر دانشجو بودن، از زندگی اونا خوشم میاد. دلم میخواست جای اون که رو صورتش خال داره باشم. خب به اولین در بسته ای که رسیدی با این کلید بازش کن، اون وقت به جای اون دختری. خانم بفرمایید، سر لاله است. ببچین تو لاله، اضافه تقدیم میکنم. خانم می نمیبینی مسافر دارم. خب مسافراتون پیاده شن، پولشونو من میدم. بفرمایید پایین، معطل نکن. آقا نقشه‌ام خیس میشه آخه. تاکسی در بس نگرفتین که خانم. آخه بارون تازه شروع شده. چرا همچی کرد؟ ولش کن، خسته است. سلام. سلام. پاشو کمک کن، الان نقشه‌ام چروک میشه. بازم نیومده میخواد اتاق به هم بزنه. تازه تمیزش کردم. عوض کمک کردنته؟ نگاه کن، حسنه یه ماهی میخوابید از بین رفت. گزارش ترکمن سهرا رو دادی؟ نه بابا، استاد نیست که. ایشالله خدا ذلیلش کنه. تحقیقاتم هنوز تموم نشده، تازه از امشب میخوام شروع کنم. پس خدا به دادم برسه. به داد تو؟ شوخی کردم بابا، میگم فرشته. چطوری چند شاگرد ابتدایی هم واسه من پیدا کنی؟ بگو پول میخوام. به خدا تو علم غیب داری. قرض میخوام. دوباره بلوز تازه؟ نه بابا، تست جد کنکور. ببین حساب قرضم تا حالش ده 17,200 تومان، 800 تومن دیگه بدیم میشه سر راست 30,000 تومن. چطوره 2,000 تومن دیگه بذارم روش بشه 20,000 تومن؟ این که سر راستره. این دیگه بسته به کرم خودت. والا خیلی علکی خوشی. چی کار کنم؟ 4 ساله دارم کنکور میدم، خبری نیست که نیست. باز اقلن تو دانشجویی، من بدبخت. بیروزه اومدم. باشه کمی هم تو زحمت بکش، مثل اینکه تو هم مالی خونه هستی. وای نه خانم مهندس، خسته هست. وظیفه منی که از ایشون پذیرایی کنم. اون دوست نویسندت زنگ زد. مریم؟ همونی که از شوهرش طلاق گرفته. عزیزم خوبیت نداره یه دختر جوون با یه بیوه زن این برمار بره. آقا جون این خانم یکی از بهترین نویسندگان ایرانه. برات حرف در ما 10 سال دیگه وارد قرن 21 میشیم. ما که دیگه تو دوران پارینه سنگی زندگی نمی کنیم. عصر الکترو اتمه. تو هم با اون تستای کنکور.
خانم آخرش این تعتاقاری ما یا نابغه میشه یا آقا جون اصلا شوهرش میدیم بره از همه چی بهتره والا من راضی نیستم اون درس بخونه دانشگاه بره ولی اعصابش خراب بشه کجا؟ سیر شدم شگرد خانمی که مولو شستن زرفا گردنش بیفته تو یکی لطفا راجع به من نظر نده این چه طرز حرف زدن با خواهر بزرگه؟ آخه ایشون تحصیل کردن چرا واسه یه چیزی بی خود اعصاب خواهرامو خورد میکنی؟ اصلا خودم زرفا رو میشورم چی کار کنم؟ نوشتن رو بیشتر دوست دارم معماری اعصابم رو خورد کرده خرجشم کمر شکنه بعض مارم که شما میدونین خونه ما با پول بازنشستگی پدرم میچرخه همین حالاش با اینکه چند جا کار میکنم بازم دارم. ولی بر اثر صبر نوبت ظفر آید به خود من نگاه کن 7-8 سالی از تو بزرگترم و کتابام تازه تازه داره چاپ میشه بالاخره چی؟ استعداد نوشتن دارم یا نه؟ من شعراتو خوندم اولین چیزی که میتونم بهت بگم اینه که ضد مرده به هر حال احساسم همینه یه دقیقه صبر کن علی لطفاً اون دفتری که جلوتی بده به من زودتر تمومش کن با تلفن کار دارم باش اینجا رو گوش کن جسمت رو میخواهند و روحت رو به سادگی خواهند فروخ این شعر رو بر اساس زندگی دوستم گفتم میخوای شعر بگی؟ خیلی خوبه ولی بیتاقتی متشکرم من جوابم رو گرفتم زود باش چرا انقدر از خودت توقع داری؟ باور کن تو انقدر انرژیک هستی که گاهی بهت حسادت میکنم چطوره پنجشنبه که میریم آسایشگاه سالمندان نهار رو با هم بخوریم و بیشتر حرف بزنیم میبینم اتا بازم برات ملخ بزنم خوش به حال اینا که اینقدر ساده و ابتدایی زندگی میکنه من میگم یا همه چیز یا هیچ چیز زندگی تو شهر اگه با موفقیت اجتماعی تو هم نباشه دوزار نمیارزه انگار یه سطح من دارم با دیوارا حرف میزنم نه؟ آهای دیوارا پولو به من میدی یا نه؟ آخه اینم شد زندگی خدای شکرت اینم ناراضیه شب بخیر فرشته تو رو خدا پاشو بخواب ساعت 2:30 نصف شبه تو که میدونی من با چراغ روشن خوابم نمیبره خب پاشو کمکم کن والله به خدا خیلی پرتوقعه چقدر سر صدا میکنی فرشته میفرمایید صبر کنم جناب علی ساعت 9 صبح از خواب ناز بیدار شیم بعد واسه 800 تومن کم مونده سرم هم ببره یک کار خیلی خوب واسه تو دفترم بده بسه تو رو خدا یه نمره به ما بده بدیم برو کار کن پسر من بی خود به کسی نمره نمیدم ای بابا با اون زن و بچه دارم من فردا اگه سقف خونه مردم خراب شد به خاطر زن و بچه تو کسی کاریش میکنه؟ تو بیا دفترم فردا نمیشه خانم وقتی کلاس تموم شده استاد اخر میفتم به خدا خواهش میکنم این بار چنده میتونی که این درس رو با هم میگیریم؟ ترم سوم چرا سر کلاساتون نمیاد؟ سه تا غیبت دارین اگه یه بار دیگه هم غیبت بکنین به کلی از کلاسای من محروم چشم استاد حالا شما یه نگاه به کار من بکنید استاد خواهش میکنم بسیار خوب بریم ببینیم عجیبه تحقیقات همین بله استاد
اول تحقیقات رو کامل کن بعد تحقیقش. اینا نتیجه یه ماه کاره. اول تحقیقات رو کامل بکن بعد تحقیقش. خانم خراب شد، با من داختم، همه مردم، من ماندم، حالا میرم خانمه، میسازم از اینجا میرم. خدافز بازم برن چی بیاره؟ او خانمه بیبی، سنش بالای 70 اما بازم باهاش از زندگی حرف میزن. فکر میکنم علت ناکامی های جو اینه که هیچوقت عاشق نبوده. مطمئنم هیچ وقتم نمیشم. اصلا من از مردو بدم نه، همش دوست دارن زنها رو خورد کنن. قبول ندارم، اونا میخوان زن نقش طبیعی خودشو بازی کنه. طبعا مردو دوست ندارن یه زن عده یه مرد ناقص رو در بیاره. تازه منظورم عشق به مرد نبود، منظورم این بود که اگه تو دل به کاری بدی یا عاشق اون کار باشی حتما موفق میشی. تو باید بتونی احساسی همه رو درک کنی. شما قشنگ حرف میزنی، ولی این حرفا درد منو تسکین نمیده. من از شکست خوردن دوباره شروع کردن واقعا خسته شدم. اولا من نگفتم تو استعداد نوشتن نداری، گفتم دل به نوشتن نمیدی. تازه اگه آدم از این راه اشتباه برگرده شکست نخورده، ادامه بده شکسته. اون وقت جواب دوربریامو چی بدم؟ جواب مردم؟ ببین لااقل 90% انرژی خلاق خود من صرف توضیح اعمالم میشه. میدونی چرا؟ چون پامو از دایره ممنوع نظام اجتماعی بیرون گذاشتم، چون با سرنوشت مبارزه کردم. من مثل شما نیستم، یعنی نمیتونم. دو رو بیشتر نداره، یا باید به دایره برگردی یا بیا حرفا رو به تنت بمالی. چطوری یه مدت انرژی تو متمرکز یه کاری بکنی، مثلا معماری؟ راستش معماری رو دوست ندارم. پس چطوری رشته رو میخونی؟ پسرم اونها معماری خوندن، میخواستم ثابت کنم از اونها کمتر نیستم. رهاش کن، همین امروز کاری که دوست داری شروع کن، شاید مدرکش یه روز به دردم بخوره. مطمئنی؟ شما میخواید تو کتابخونه معمار بشید؟ اونم ممکن نیست. خانم، تای خطه. ازت خواهش میکنم، دو ماه رو همین این کار کردم. کاش دو هفته کار کرده بودم، ولی یه ساعت فکر پشتش. زندی، کارتو بیار. برای ایشون رو ببینیم، بعد با کار خودتون رو باشیم. آفرین زندی، ببین نهایت خلاقیت. شما که سر کلاست نمیای، راقا از پسرموت کمک میگیم. شما کارتو جمع کن، عوض بشه. استاد به خدا دیگه نمیتونم، خسته شدم، باور کنین اعصاب دیگه ندارم. ترک تأثیر کنیم، تغییر رشته بدین. ما تو معماری نمیتونم و خسته شدم نداریم. شما مستقیما با زندگی مردم در ارتباط هستی، با این اخلاق روحی هم که من تو شما میبینم مسلمان ایش وقت معمار خوبی نمیشه. نفر بعدی.
صبر کن. مزاحم من نشی. میتونم کمکت کنم. من به کمک هیچکی احتیاج ندارم. خب ولی خودت صدام کردی. من؟ مطمئنم قبلا شما رو جایی ندیده بودم. شما بچه های تئاتری؟ منم. آه آه؟ همیشه فکر میکردم آه افسانه است. که هست. نگران نباش، جسته کسی منو نمیبینی. چه خوب. چه کار میتونم برات بکنم؟ دلم میخواد مرد بشم. امکان نداره. استاد راهنمایی منو میتونی عوض کنی؟ خودش باید بخواد عوض شه. تازه هر چیزی سر جای خودش کنه. پس یه کاری بکنی من بمیرم. چرا؟ زندگی خیلی بدی دارم. 6 سال دانشکده میرم ولی هنوز هیچی نشدم. نویسنده خیلی بدی هم هستم. اینو دوستم به هم گفته. دائم باید رنج موفقیت اینو اونو ببرم، خصوصا به سرما. پس زیبایی چی؟ ترجیح میدادم یه مرد زشت ولی موفق باشم تا یه زن زیبایی به درد نخور. ولی فقط یه آدم متوسط هستم. آدمی که همه از زیباییش تعریف میکنن، نه از هوش و داناییش. آرزوی خوشبختی خیلی خوبه، به شرط اینکه در فکر دیگرونم باشی. دیگرون؟ مگه اونا برای من چی کار کردن؟ حق با شماست. من هیچ وقت به هیچ کس فکر نمی کنم. ببینم خوشبختی از نظر تو اصلا یعنی چی؟ خوشبختی یعنی دانش، توانایی، اعتبار، شهرت. شما دوست من مریم نیازی رو میشناسی؟ نه. اون اصلا به شما احتیاجی نداره. فکرشو بکنی، آخرین کتاب شعرش به 3 زبان ترجمه شده. همین قصه آخرش در 1 ماه 2 بار تجدید چاپ شده. هیچ مجله و روزنامه ای نیست که اسم مریم توش نباشه. ببینم دلت میخواست یا این خانوم بودی؟ به نام خدا. خانم ها و آقایان، سمینار امروز ما درباره نقش زن در ادبیات فارسی است. الاز چرا دیر کردی؟ بیجان علیا هنوز باز بزدون روی خونه. راستی عکس های خانه سالمندان اینو ببینی؟ کاش که قبلن اینا رو دیده بودم. چقدر به درد کتابم میخور. الان که کتابتون فروشش خوبه. دیروز که از بچه های ما کتابتون 800 تومن خرید. چقدر؟ سلام خانم، کتاب زن شرقی رو داری؟ نه خیر. تموم کردیم یا اصلا نداشتیم؟ داشتیم، کتاب نایابه. یکی باشه بترین هست. اون یکی نمونه است. شما که کتاب ندارین چه فرقی میکنه؟ متاسفم ولی اگه خیلی ضروریه که براتون پیدا کنم. یه مقدار گرون میگم. قیمتش 800 تومن. آقا پشت جلد کتاب نوشته 200 تومن. شما؟ من که ندارم خانم محترم، عرض کردم یکی هست که داره. از این پولا چیزی هم گیر نویسنده بدبختش میاد. شاید همین بازرسی کار خودشون باشه، از کجا معلوم؟ نه خیر آقا، کار خودشون نیست. نویسنده این کتاب منم. چنین چیزی اصلا ممکن نیست. چطور ممکن نیست؟ همین 1 ساعت پیش کتاب فروش حاضر شد کتاب به 4 برابر قیمت برام پیدا کنه. چرا باید این کتاب به این قیمت خرید و فروش بشه؟ اون وقت منی که نویسنده هستم پول اجاره یه آپارتمان یه خوابه رو نداشته باشم بدم. این پولا نصیب کی میشه؟ ببینین خانم، بازارسیای کتاب همیشه بوده، همه جای دنیا هم هست. منحصر به کتاب شما نیست. به هر حال ما مسئولش نیستیم. پس مسئولش کیه؟ چقدر صورتمو با سیلی سرخ نگه دارم؟ آروم باشین خانم نیازی. اولا ما به عنوان پیش پرداخت یه مبلغی تقدیم شما کردیم. ثانیا کتاب شما رو ما با کاغذ آزاد چاپ کردیم و هنوز هزینه خودش هم در نیورده. البته اگه به پول احتیاج دارین میتونین یه کتاب تازه ما پیشنهاد کنین. من که کتابی در دست نوشتن ندارم. خب بنویسین.
دارین به من کتاب سفارش میدین؟ نه خانم، سوء تفاهم نشه. عرض کردم اگه به پول احتیاج دارین. آقا از عشرتون خوشبخت شدم. خداحافظ. خداحافظ. به هر حال رو پیشنهاد ما فکر کنید. خیلی اولش رفتیم نمایشگاه نقاش بابا. ما بابا خیلی بد نقاشی میکنه، عین بچه‌ها. نه عزیزم، بابا بد نقاشی نمیکشه. شما هنوز بزرگ نشدی. بعدش هم با ماما مینا و بابا رفتیم یه فیلم کارتون دیدیم. اینو ماما مینا به من داد، خودش نقاشی کرده. ببینم. عوضش مامینا بهتر نقاشی میکنه، مگه نه؟ آره، خیلی بیه. شام بخور. من شام پیزا خوردم، میرم بخور. شب شما نیمتی بچم خیلی تدارک دیده بود. خواهشوارشم اونجا بود. خب میگفتین گرفتارم. گفتم خواهشوارش گفت راجب کتاب زن شرقی خیلی به تردید بودم. لطف کرد. البته بیشترش تعارف فامیلی بود. میگفتی کتاب و مدیون تشویقای برادرم. امشب هم تا صبح برنامه است. منظورش اینه که بازم بریم کپ لالامون رو بذاریم و سر و صدایی هم راه نندازیم تا جنابالی آثار برجستتون رو تعلیف کنیم. الناس خونه است، خابیده، نمیتونم تو اتاق کار کنم. خونه چی شد؟ چی رو چی شد؟ مگه میره دنبالش که خبری هم بشه؟ هنوز برام خونه مناسب پیدا نکردن. به این پولا خونه نمیدن که. چطوری بری پیش دوست آشنات؟ آقایون، به خاطر نقنقای شما تصمیم گرفتم یه کار سفارشی بکنم. ولی بهتر فراموش نکنین که اینجا خونه پدری منم هست. اینجا خونه پدری تو بود. تو به اندازه سهمت جهاز بردی. برش گردوندم. در عوض اتاق من بیچاره رو غصب کردی. زن بگی برو یا برای من خونه پیدا کن. دیگه حسام داره دست کارهای تو خورد میشه. حسین، رایت خار بزرگتر ته بکن. چقدر رایت بکنم مادر؟ یه ذره آرامش تو این خونه نداریم. همش نشسته داره ارد میده. پیژامه نپوشین، ممکنه ناقافل برام مهمون بیاد. صدای ضبط بلند نکنید، اعصابم خراب میشه. با تلفن حرف نزنید. حواسم پرت میشه. یک کیلو میوه نمیگیره بیاره تو این خراب شده. وقتی هم که حرف بشه، سرکار خانوم نویسنده بزرگی هستن و ما هم برادرای بی شعور ایشون. خودت ناراحت نکن، اعصابش خورده. و ایلا قلبا دوستت داره.
مادر عوض این حرفا بهش یاد بده که ما هم آدمیم و تو این خونه حق زندگی داریم. این ناز چرا نخوابیدی؟ مادر شما برو بخواب. دلم گرفته، دلم میخواد حرف بزنم، شاید اینجوری بار دلم سبک بشه، شایدم بتونیم به هم کمک کنیم. از مهربونیت ممنونم. مهربون؟ مهربونی گاهی نقاب خوبیه که آدم ترساشو پشت اون قایم کنه. ولی بین خودمون بمونه، من یه مهربون ناموفقم. چرا؟ شوهرم منو ترک کرده، با من ازدواج کرده بود چون من شاعر بودم و تشنه عشق و حقیقت، ولی من اینو نفهمیدم، فقط براش حصار خانوادگی درست کردم با مقدار قابل توجهی مهربونی. برای همینم بچه دار شدم، ولی این همه مهربونی خفش کرد و رفت. وقتی رفت برگشتم به دنیایی که دوست داشت، ولی دیگه دیر شده. خوشبخت بودی؟ بیش بله، البته فقیر بودیم، ولی فکر میکنم خوشبخت بودیم و من نفهمیدم که خوشبختی مثل بچه کوچیک به غذا احتیاج داره. پس با این حساب از خودت دلخوری؟ بله، تقصیر من بود. من خوشبختیمو از بین بردم چون که یاد گرفته بودم مثل مادرانم زندگی کنم. تحقیرش میکردم فقط برای اینکه از خودم دفاع کنم. تحقیرش میکردی؟ وقتی درسم تموم شد دو نفر به خواستگاری میمدن. یکیشون یه تاجر ثروتمند بود و اون یکی یه نقاش. با تمام مخالفت خانواده من با مرد نقاش ازدواج کردم، ولی بعدا فهمیدم که برای زندگی نان خالی و عشق کافی نیست. همین مسئله رو بارها به رخش کشیدم، چرا که فکر میکردم اگه زن مرد ثروتمند میشدم شاید استعدادم شکوفاتر میشد. میدونین نوشتن یه کار اشرافیه و بدون داشتن پول تقریبا غیر ممکن. تو نویسنده خوبی هستی، شاید به خاطر اینه که رنج بردی. بله البته ممکنه. چرا بچه میخواستی؟ اون موقع فکر میکردم پایه‌های زندگیمو محکم میکنم. در واقع میخواستم ضعف‌های شخصیتیمو در مقابل همسرم بپوشونم و یا به نوعی از خودم فرار کنم.
اینو میدونی که خیلی ها دلشون میخواد جای تو باشن؟ بله، میدونم. زندگی من دورنمای قشنگی داره و خود من این تصویر قشنگ دروغین رو به آدمای اطرافم میدم. و در نوشتهات؟ نه نه، سعی میکنم صادقانه بنویسم. برای چی مینویسی؟ احساس میکنم چیزایی رو میدونم و مینویسم که مردم از اونا بیخبرن. مسائل ارتباطی انسان ها. در واقع به نوعی قصدم اینه که مسائل مردم رو روشن کنم. روشن کنی؟ تو در حل معماهای نفس خودت موندی، حتی نمیدونی چرا بچه دار شدی. بله، حق با شماست. مینویسم تا در نوشته هام خودم رو پیدا کنم. راستش برای همین رنج میکشم، چون این تصویری نیست که دوست دارم، اون تصویر منه، زنی پیر و خسته. نگاه کنید این تصویر چقدر خوب با قلب من هماهنگه. چهره ای که به هیچ کاری نمیاد. اگه بدونین چقدر از این چهره کینه دارم. بهار عمرم گذشته، دیگه به زیبایی سابق نیستم. حالا حتی یه نفرم نیست که از زیبایی من تعریف کنه. همه از دانش و توانایی من حرف میزنم. یعنی همه چی تموم شده. گوش کنی، هیچ صدای انسانی نیست، نه صدای سازی، نه لالایی گرم مادری، نه آواز دختری. این خونه تلسم شده و من با اون. صدای داد و فریاد برادرای منو میشنوی؟ صدای بارونو میشنوین که برای من گریه میکنه؟ وقتی آدم جوون باشه و شاعر، سر صداقت چونه نمیزنه. ولی وقتی مثل من پا به سن گذاشت، درست این یک دیپلمات پیر حقیقت رو پنهون میکنه، حسابگر میشه، حتی ممکنه قلمش رو بفروشه. کاری که من پیش از اومدن شما داشتم میکردم. چرا؟ چون فکر روزای ناتوانیشو میکنه. آخ اگه من ثروتمند بودم. گفتم که کسی نمیتونه به من کمک کنه. دلت میخواد یه بار دیگه زندگی کنی؟ به اون شکلی که فکر میکنی بهتر بود؟ چطوری؟ برات میگردونم به گذشته تا همسر مرد تاجر بشی. ببین از شعری که گفتم خوشت میاد؟ بر بالشی سرشار از پر آرزوها به خواب میروم و با صدای نفس رویاهایم از خواب میپرم و تنهای تنهایم. مریم، میدونی که من از این جور چیزا سر در نمیارم. خب اقلا الکی تعریف کن. من دفتر شعر شما رو دادم به یک صاحب نظر دیگه هم خونده. ایشون هم نظر ما رو داشتن. شعرهای شما خیلی بی احساسه. البته نه اینکه ضعیف باشه، نه، ولی قصه‌م چی؟ ببینید، شما راجع به فرق قصه نوشتید، ولی انگار فرق رو نمیشناسید. قصه دور از واقعیته. سلام. سلام. چی شده؟ هیچکی حاضر نمیشه نوشته های منو چاپ کنه. حتی مجله هایی که بهشون نوشته مجانی میدن. این وضع غیر قابل تحمله. خب تو که پولشو داری؟ بده برات آزاد چاپ کنم. اونجوری دوست ندارم. کتاب تازه چی خریدی؟ هیچی بابا، حوصله کتاب خوندن ندارم. فایدش چیه؟ خب یه سرگرمی تازه برای خودت پیدا کن. مثلا چی کار کنم؟ بچه داری؟
مثلا باغ کنیم. با توجه به جواب آزمایش‌های فعلی شما نسبت به آزمایش‌های گذشته‌تون میزان هورمون‌ها زیاد تغییری نکردن، اما باید معالجاتمون رو ادامه بدیم. آقای دکتر، یعنی امیدی هست؟ چرا خوابیدی؟ اینجا خوابیدم که وقتی مثل سایه میای میری ببینمت. چیزی شده؟ تو باید به من بگی که چی شده. تو چرا اینجوری شدی؟ مریضی؟ مشکلی داری؟ یا از من خسته شدی؟ تو چرا خونه نمیای؟ این حرفا چیه که میزنی؟ بعدم برای توضیح میدم. خیلی کار کردم، باور کن خستم. ایوا خانم، خانم چرا اینجا خوابیدی؟ پاشین براتون صبحانه آوردم. شام دیشبتونم نخوردی؟ خوشتون نیومد؟ اشتها نداشتم. اولا صبحانه‌تونو بخوری. تنهایی از گلوم پایین نمیره. تو رو خدا بگیر بشین. بشین با هم بخوری. مادر، من تصمیممو گرفتم. این بهترین راهه. مادر جون مطمئنی؟ فکراتی کردی؟ بله مطمئنم. مادر اون اصلا احساس نمیکنه من وجود دارم. شده عین یه سایه. چند روزه که اصلا خونه نیومده. مادر جون میگم شاید مرداد. نه مادر، من از این بابت ها ازش مطمئنم. البته تو یکی دو ماه اخیر خیلی سیگار میکشه، ولی اعتیاد نه. سلام. باشه بعد میبینم تو. خداحافظ. چی شده؟ کجا میخوای بری؟ مگه برای تو فرقی هم میکنه؟ تو که پاک منو فراموش کردی. دو ماهه که حتی با من شام نمیخوری. زندگیت شده همش کار. من خودم به قدر کافی قصه دارم. همش به خاطر تو بود مریم. بهت احتیاج دارم. من دارم میمیرم. چی؟ شاید یه ماه دیگه، شاید دو ماه دیگه. مرض به استخونم رسیده. چی داری میگی؟ سرطان. 6 ماهی که میدونم. چی رو به من نگفتی؟ ترسیدم. تازه
کاری از دستت بر نمیاد. آخر خط دارم میمیرم. این چه حرفیه میزنی؟ فهمیدم از نگاه دکتره، از چشاش، از دستاش. شاید همین امروز چند ساعت دیگه چی بهت گفت؟ تو حالت خوب نیست، درد داری؟ نه، این آمپولا چی بود به من زد؟ رضا، اگه واقعا ساعت آخره چی کار میتونم برات بکنم؟ دلت چی میخواد؟ دلم میخواد باور کنم که یه نفر منو به خاطر خودم میخواد، نه به خاطر. یعنی برات مهمه؟ خیلی. چقدر نقشه کشیدم، چقدر انتظار کشیدم، چقدر به محبت و پشتگرمی تو احتیاج داشتم، چقدر دوست داشتم مریم همیشه. روزایی که پشت اون میز لعنتی، شبایی که منتظر بودم با من حرف بزنی، آخه چرا؟ چرا؟ من همیشه نگاهت میکردم، هر وقت که مثلا مشغول کار بودم حواسم به تو بود. حالا اینو به من میگی؟ من نمیذارم تو بمیری، نمیذارم. دیگه فایده نداره، خیلی دیر شد. ولی تو به من بگو هیچ وقت همیشه دوست داشتم. همیشه فکر میکردم تو دوست داشتی در نادر بشی، همون پسریه نقاش. فکر میکردم تو رو از اون دوست دیدم. چرا از من نپرسیدی؟ چرا به من نگفتی؟ این سنگ رو از رو سینم بردار مریم. این سنگ چرا روشن کن مریم؟ چرا روشن کن؟ اینو بخور. ای کاش یه دفعه وقتی داشتی این داشتی نگاه همی که چرا با من وقت نمیزنی؟ چرا این شب نگفتی که دوست هم داری؟ Thank you.
خوشت میاد؟ میخوای مال تو باشه؟ خرج بیمارستان دخترت هم من میدم، فکر کنم سزارین شده باشه.